سلام بر بینندگان ارجمند، به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر با شما هستیم و برنامه دیگری رو از سری برنامه های پرتو نور خدمتتون عرضه میکنیم. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به دین و مبلغانش. مبلغان کسایی که تبلیغ دین میکنن، حالا این در عرف به صورت روحانیون گفته میشه که ممکنه خیلی هم باشن که لباس روحانی نداشته باشن ولی لباس شخصی هایی باشن که مبلغان دین هستن. و از برنامه رو اختصاص دادیم به این که از دید انحراف هایی رو که از طرف این گروه در ارتباط با تفسیر دین عرضه میشه خدمتتون بکنیم، و این در پی سوالات متفاوتی است که شما بینندگان عزیز برای ما فرستادید و ما اینها رو به صورت مجموعه تهیه کردیم که در نوبت اول یه مقدمات کلی رو خدمتتون عرض می‌کنیم و اینکه چه کار میشه کرد در این مورد و اینکه در مذاهب دیگر به چه صورت است، آیا اینجور انحرافات در مذاهب دیگر هم وجود داره، چه شواهدی وجود داره براش، و آیا اصلا ضرورتی بر وجود یک همچین طبقاتی وجود داره در جامعه یا نه، و اینکه قرآن چطور این مسئله رو بیان میکنه. برای اینکه این بتونیم این نکات رو تو این جلسه یه مقدار بشکافیم، خواهش کردیم آقای بازرگان تشریف آوردن اینجا که در خدمتشون هستیم و از نظراتشون در ارتباط با نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم استفاده میکنیم. آقای بازرگان خیلی خوش آمدید و اجازه بدید بدون معطلی سوال اول رو مطرح کنیم که کلن این میخوام یه مقدمه‌ای در این مورد بچینیم برای سوالات بعدی که مطرح میشه. این فساد اخلاقی که در این طبقه دیده میشه و اینکه ناشی از اون فساد خشونت هایی رو هم به راه داره، به همراه داره، و اینها چون به اصطلاح در بعضی موارد هم مسئولان حکومتی هستن، قاعدتا فشارهای در ارتباط با جامعه هم ایجاد میشه، جامعه ای که به اصطلاح نکات دینی درش به اصطلاح خیلی دیده میشه، مشاهده میشه. حالا سوال اول اینه که این کارا که سر میزنه، پس چطور که مردم عادی که واقعا جزء طبقه روحانی هم نیستن این مسائل، این فسادا در اونا دیده نمیشه ولی در یک گروه خاصی مشاهده میشه به طور کلی؟ اجازه بدین اینا یه بشکافیم به صورت مقدمه، بعد سوالات بعدی رو خدمت بینندگان مطرح میکنیم. به نام خداوند جان آفرین و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. خب سوال خیلی اساسی و مهمی است که برای همه مردم مطرح هستش. اختصاص به اسلام و ایران و شیعه و سنی و این هم نداره. به هر حال در شریعت‌های مختلف همواره این سوال مطرحه. اونایی که متولی دین هستند، ولایت میکنند، یا حالا اسمشون روحانی عالم دینی یا هر چی هست، ظلم و ستم و مفاسدی که از اون طبقه به وجود میاد، خب برای مردم خیلی سوال برانگیزه که چطور ممکنه کسانی که متخصص دین هستن، یه عمری رو در آموزش متون دینی گذروندن، ممکنه که کارایی بکنن که آدمای معمولی هم حتی مرتکب چنین خلاف و خطا و خیانت و خسارتی نمیشن. خب به هر حال سوال مهمی است که بیننده عزیز مطرح کرده. ولی ببینید، باید توجه داشت که دین در واقع یه چراغه مثل علوم دیگه. چراغ هیچ وقت کسی رو مجبور به راه رفتن نمیکنه. چراغ فقط راه رو روشن میکنه. اون شخصی که باید حرکت کنه بره. دانستن یک سلسله مسائل دینی، علم و اطلاع داشتن بر اخلاقیات یا پیام‌های الهی، الزاماً کسی رو آدم خوب نمی‌کنه، فقط می‌دونه.
شما ممکنه یه سفری بخواید برین، بهترین کتابای راهنما رو هم بگیرید، ولی تا حرکت نکنید، خودتون پا در راه نگذارید، خب به مقصدی نمیرسید. دانستن دین و داشتن این کتاب‌ها هیچ مشکلی رو در واقع حل نمی‌کنه. اتفاقا در ایران یه درسی تو دانشگاه است، درس معارف اسلامی، همه رو مجبور میکنن اون دو سه سال اول یه سلسله آموزش هایی به نام معارف اسلامی بخونن. خب مذاهب مختلف، مثلا یهودی، مسیحی، بهایی، همه هم میخونن، چه بسا بهترین نمرات هم اونا بیارن، ولی دلیل این نیست که تمایلی پیدا بکنن به این دین. پس دانستن گرچه مفید، شرط لازمه، ولی کفایت نمیکنه. بنابراین ممکنه که خود دین یک حربه منفی برای کسی بشه. به قول مولوی میگه ازن که زین قرآن بسی گمره شدند، وین رسن قومی درون چه شدند. قرآن رو تشبیه میکنه به رسن، یعنی تناب. با این تناب یه دهی تو چاه رفتن، حتی وین رسن را نیست جرمی، ای انود چون تو را سودای سربالا نبود. اگر یه کسی با تناب به جایی که از چاه بخواد خودشو بکشه بیرون، از بالا بره به عمق چاه، این که گناه تناب نیست. تناب یه وسیله است، در واقع دینم یک تنابه، یه رسنه، یه وسیله است که اگر کسی اراده بکنه بخواد از منجلاب فساد، منجلاب منیتهاش بیاد بیرون، بهش کمک میکنه به سمت خالقش، به سمت ارزش‌های متعالی بره، ولی خود به خود که تناب دست کسی رو نمیگیره بیبره بالا. اتفاقا استبداد دینی به قول علامه نائینی که از علمای دوران مشروطیت بود، میگه بدترین نوع استبداده. استبدادهای دیگه بالاخره خودشون کم و بیش میدونن که دارن خیانت میکنن، ولی استبداد دینی چون تکیه بر یک معرفت الهی تصور میکنه داره، به خودش هم حق میده. یا کسانی که مقلد و پیرو به اون مستبد هستند خودشون رو توجیه میکنن. بنابراین ظلم و ستمی که از ناحیه روحانیت، متولیان دینی ممکنه که به مردم عارض بشه، حالا در هر دین و مکتبی بدترین نوع ظلم و ستم خواهد بود. قرآن اتفاقا یه مثالی میزنه از یه عالم دینی امت اهل کتاب بنی اسرائیل، میگه آتیناه و آیاتنا کلا، خیلی آگاهی داشت، خیلی نشانه های خدایی رو ما به او الهام کرده بودیم، ولی به جایی که این دانش و آگاهی دینی باعث بشه که اون حریمی برای خودش ایجاد بکنه، وجدانش رو تقویت بکنه، با اون آگاهی ها جلوی دنیا پرستی و ظلم و ستم خودش رو بگیره، بدتر شد. یعنی دین دکانی برای دنیا شد، این وسیله سلطه برای دیگران شد، تمامیت طلبی شد، قدرت طلبی شد، بنابراین این به انحراف فوق‌العاده‌ای کشیده شد. یعنی در این حالی که یک کسی ممکنه عالم‌ترین شخص روزگار از نظر معرفت دینی، حالا هر دینی، به اون کتاب اون دین یا آداب و شرایعش باشه، ولی ممکنه بدترین شخص اون جامعه باشه، به دلیل اینکه از اون اطلاعات دینی فقط داره استفاده میکنه برای قدرت طلبی خودش یا طبقه خودش یا معروفیتش یا جاه طلبیش. تعبیری از پیامبر اسلام میگه آخرین چیزی که از سینه صدیقین خارج میشه حب به جاهه، یعنی قدرت طلبی، شهرت، معروفیت. اونم از سینه صدیقین، آدمای پاک، صادق، انقدر سخته، انقدر قدرت فسادآوره. بنابراین چون یه کالای شیرینیه روحانیت و متولی دین بودن، یه شغل بی دردسر و بی زحمتیست، کار و تلاش هم لازم نیست، وجوهات هم از مردم گرفته میشه، مردم هم اعتماد میکنن، میتونه بر موج عواطف و احساسات دینی مردم هم سوار بشه، بر گرده ملت بنشینه و هر کاری دلش خواست بکنه. بنابراین این خطر در همه مذاهب، در همه شریعت ها وجود داره که یه طبقه این چنین به نام دین بدترین در واقع ضرر رو، خسارت رو به دین بزنن. بله، خیلی متشکر آقای بازرگان. با این مقدمه اهمیت این مسئله خیلی واضحه، به این صورت که
خارج از اون محیط کسایی که این عمل کرد رو میبینن عملا دین رو تطابق با اون میدن. یعنی دقیقا. فرض کن روحانیون اسلامی اگر عمل کرده بد داشته باشن عملا اسلام صدمه میبینه، به این صورت که میگن این همان اسلامه، فرقی نداره. به علت یعنی واقعا اهمیت موضوع اینجاست. بعد در ارتباط با این آقای بازرگان سال بعدی اینطوره که خب حالا چه کار میشه کرد؟ از این نظر که خب سوال شده خب شما فرض کن در یه مقیاس پایین بیاین، بچه‌تون که شما فرزندتون که به مدرسه میره، شما انتظار دارید معلم و ناظم و اینا آدمایی باشن که شما اطمینان دارین بچه رو میفرستی 8 ساعت اونجاست، عملا طوری هست که برمیگرده شما یه چیزی یاد گرفته و باعث رشدش شده. به همین صورت هم یک جامعه بزرگتر رو شما میگی از خانواده بیایم به جامعه برسیم، اون جامعه هم اگه متولیانش عملا باعث رشد افراد اون جامعه نشن و عکسش باشه، حتی جامعه به سمت به اصطلاح سراشیبی هم سوق پیدا بکنه از نظر به اصطلاح رشد فکری و عقیدتی، از این نظر خب چیکار میشه کرد؟ یعنی یه همچین افرادی هستن، آیا مسئله ریشه‌ایه باید درست بشه یا میشه نوع دیگری هم این مسئله رو درست کرد؟ بله، عملا خب هیچ کاری نمیشه کرد به دلیلی که ما با انسان طرف هستیم. در هر مذهب و دین و آینی بالاخره یه عده‌ای متولی میشن، مبلغ اون دین میشن، یک سلسله وظایفی رو به عهده میگیرن که برای اجرای احکام اون دین در جامعه اینا رو انجام بدن. یا حالا در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام، در بودائیسم، در همه جا خب طبیعتاً این طبقه به وجود میاد. کاری هم نمیشه کرد چون ما با انسان طرف هستیم، اینا هم از بین مردم آمدن. ما خب حالا بعد از انقلاب چون مقداری شغل به هر حال پرنان و آبداری بود، به هر حال از طبقات تحصیل کردم کسانی رفتن به حوزه‌های علمیه، ولی همواره از روستاها و شهرهای کوچیک معمولاً بیشتر وارد حوزه‌های علمیه می‌شدن، کمتر استعدادهای درخشان بودن، مگر اینکه مثلا قرون گذشته خود ما. خب چون با انسان طرف هستیم، همینطوری که در مشاغل دیگه در بین پزشکان، آیا همه پزشکا برای خدمت به مردم دارن انجام وظیفه می‌کنن یا بخش زیادشون دنبال ویزیت گرفتن و درآمد سرشار هستن، بین مهندسین، بین حقوقدانان، بین همه مشاغل، معمولا آدما عمدتا دنبال منافع شخصی خودشون هستن. خیلی هم طبیعیه، این آقایون هم از بین مردم برخواستن دیگه، طبیعتا یه شغل راحتی است و منافع خیلی خوبی هم داره و اعتماد مردم هم جلب میشه. این اشتباه مردمه که تصور میکنن همینی که یه کسی لباس دینی به تن کرد، این الزاماً دیگه باید همه چیش خیلی پاک و مبرا باشه و یه قدیسی باشه و عمل زشت اون رو، دروغ اون رو، ریاکاری اون رو مردم خیلی بزرگتر میبینن چون از اون انتظار ندارن. او به هر حال نماینده اخلاق و معنویت و دین خودش رو معرفی میکنه، در حالی که پزشک و مهندس و نمیدونم مشاغل دیگه چنین ادعایی ندارن. اینی که کار اونا خیلی آگراندیسمان میشه، خیلی تو چشم میخوره، مردم چون به اونا اعتماد کردن هر خلاف و خطایی رو خیلی درشت‌تر می‌بینن. بعد مردم در واقع آگاهی داشته باشن که اینا مثل خودشونن، اینا هم از همین شهر و روستا و نمیدونم مناطق دیگه اومدن، حالا دو سه سالی، سه چهار سالی کمتر بیشتر توی یه حوزه‌هایی بودن و یه درسای خوندن که الزاماً هم خیلی درسای دین نیست، یه سلسله به هر حال آموزش‌هایی برای اون مسائل مربوط به خودشون. این که مشکل از در واقع خود مردم هم ناشی میشه که اعتماد بیش از حد به این طبقه میکنن. تو هر حالت منظور من مذهب و شریعتی است، تنها در بین مسلمان ها نیست. ولی حالا مثال چون مدرسه رو زدین، بله خب تو مدرسه هم بالاخره خیلی مدارس سوء استفاده هایی که معلمین کردن یا تنبیه کردن محصلین و خب قدیم بوده دیگه، چوب و کتک و نمیدونم انواع و اقسام، دوران کودکی خود ما هم شاهد بودیم. ولی الان کنترل خوب میکنن، معلم حق نداره که
توهین بکنه، بد بگه یا تنبیه بکنه شاگردو، عوض شده دیگه شرایط. یعنی دستگاه‌های آموزش و پرورش مراقب معلمین هستن. حتی تو محیط‌هایی مثل امریکا هیچ معلمی حق نداره در آغوش بگیره شاگردو، هاگ بکنه به اصطلاح، یا دستشو بگیره یا دستی به سر رو مثلا گوشش بکشه. همه اینا غیر قانونیه، باید موازی او قرار بگیره، از پهلو هیچ وقت روبرو نمیتونه باشه. پس میشه با یه سلسله مراقبت‌هایی، یه سلسله آگاهی بخشی‌هایی به مردم خب کنترل کرد، مانع از خلافکاری‌ها و سوء استفاده‌های مالی اینها شد. ولی لازمش آموزش مردمه. حالا تو مدرسه بچه‌ها نمی‌فهمن، ممکنه کلا سرشون بره، چون در یه سن و سالی هستن که نمی‌فهمن اون رفتار احتمالی که معلم باهاشون داره خلاف قانون هست. ولی مردم دیگه که تو جامعه سنین بالاتر این آگاهی‌ها رو دارن. بنابراین خود جامعه است که باید کنترل بکنه، مانع از این بشه که کسانی به نام دین بخوان اونها رو در واقع به انحراف بکشونن. من اتفاقا حالا اینو که اشاره کردین، من از ده ها نفر شاید این رو شنیده باشم یا شاهد بودم که دین رو اصلا گذاشتن کنار. حتی دیروز یه خانمی به من گفت که من در تمام عمرم نماز میخوندم، مؤمن بودم، اعتقاد داشتم، ولی همه رو گذاشتم کنار به خاطر اینکه میبینم به نام دین، به نام اسلام چه بلایی سر مردم میارن، چه مشکلاتی برای جامعه پدید آوردن. خب این در واقع یه مقداری هم عیب و ایراد از ناحیه کسانی است که دین خودشونو موکول به عمل کرده یه آقایی یا یه آقایونی کردن. اگر دین از جانب خدا اومده چه ربطی داره به عمل کرده یه کسی که مبلغ دینه؟ اگر آدم بی سواد باشه فکر میکنه که هرچی اون آقا میگه اون عین دین خداست. حالا وقتی که از او فسادی میبینه، خیانتی، قدرت طلبی میبینه، دینو میخواد بذاره کنار. خب اگر اون دینی که به خاطر اون ملایی که حالا یا هر کشیشی که یا هر خاخامی که تو به خاطر اون سمت خدا رفتی، خب بهتر اون دینم بذاری کنار. اون دینی که در واقع دین نبوده، یه نوع تقلید و پیروی کورکورانه از یه کسی که ادعای دین میکرده. اگر یه کسی میخواد که آرمانش، عقایدش رسوخ داشته باشه، استحکامی داشته باشه، باید خودش بفهمه، به سرچشمه مراجعه بکنه، خودش تجربه دینی کرده باشه. بخش عظیمی از کسانی که در واقع با عملکردهای نامناسب برخی از متولیان دین، روحانیت دین رو گذاشتن کنار، بیش از این که به نظر من به اونها انتقاد وارد هست، به خود توده های مردم که با ناآگاهی پیروی از یک انسانی مثل خودشون کردن، تمام قلبشون و تمام اعتماد خودشون رو سپردن به کسانی که به هیچ وجه چنین شایستگی هایی رو نداشتن. بنابراین ایراد دو طرف است به نظر من. خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا نمیدونم این نوبت بتونیم یا در نوبت دیگه، بعد نیست. خب این روحانیون مبلغین دین از حوزه های علمیه میان بیرون، بعد نیست اشارهی در یه زمانی حالا در این نوبت دیگه که ببینیم سیلابس یا اون موادی رو که درس داده میشه به این گروه چه چیزیه؟ آیا خود قرآن بن اصلی هست؟ پایه اصلی تو این به اصطلاح سیلابس درس هست یا نه؟ البته اینو در یه مدوابطی حالا در ادامه بحث ممکنه صحبت کنه. اجازه بدید سوال بعدی که مطرح شده در ارتباط با اینکه خب از نظر تاریخی نگاه کنیم، به اضافه اینکه ادیان دیگه به چه صورت بوده، آیا این نوع مسائل که اشاره بهش کردیم در این ابتدا در ادیان دیگه بوده و در ادوار گذشته به چه صورت؟ بله، این مسئله اختصاص به ما نداره. خب مسلما در همه جوامع بشری این مشکل وجود داشته. به قول دکتر شریعتی میگه که در واقع در طول تاریخ جنگ بین مذاهب بوده. یعنی هر مذهبی که آمده برای مبارزه با انحرافات میراث پیامبر قبلی بوده. اگر در انجیل میبینیم که مثلا حضرت عیسی این همه انتقاد به فریسیان و کاتبان میکنه، یعنی در واقع متولیان دینی که بوده، در واقع حضرت عیسی که نیامده یهودیت رو رد بکنه، میگه اگه یک کسی یک کلمه‌ای به تورات کم بکنه یا اضافه بکنه در
ملکوت اعلی جایی نداره. پس در واقع برای تأیید اصل و اساس کتاب تورات اومده که یه چیزایی متناسب به زمانه اضافه کنه، ولی مخالفت‌های بسیار شدیدی علیه اون متولیانی که حالا در واقع مبلغ اون دینن داره که میگه شما منحرف شدید. پس هر آیینی بعد از یه مدتی دوچار یک سلسله بدآموزی‌های انحرافاتی میشه. مثلا بعد از اسلام هم زمان خب نوه پیامبر امام حسین قیام کردن برای چی؟ یعنی یه حکومت مردمی دموکراتیک تبدیل شده به یه حکومت موروثی. معاویه اومده بعدم که از دنیا رفته پسرش یزید یعنی افتاده دیگه سلسله سلطنتی شده. خب امام حسین قیام کردن برای چی؟ میگن انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، برای ایجاد اصلاحات، تغییر، مفاسدی که به وجود آمده، ظلم و ستم و دیکتاتوری که به وجود آمده. که 30-40 سال بعد از پیامبر، یعنی به این سرعت یه جامعه‌ای ممکنه دچار انحراف بشه. درست مثل آب رودخانه است که از سرچشمه وقتی که از زیر کوه آب میاد بیرون خالص و پاکه، ولی در بستر رودخانه وقتی که این آب حرکت میکنه رنگ و رسوبات بستر رو به خودش میگیره. بنابراین هر از چندگاهی لازمه که این آب تصفیه بشه. این آب دیگه اون آبی نیست که از سرچشمه 4-5 کیلومتری جلوتر راه افتاده. این آب گلالود شده، این آب با آلودگی‌های مسیر در واقع مخلوط شده. بنابراین در هر دوره‌ای لازمه که اونهایی که عشق و علاقه‌ای به دین و اخلاق دارن یه نگاه مجددی بکنن، یه بازنگری بکنن، یه تصفیه‌ای اون چیزی که به نام میراث دین بهشون رسیده که این تا چقدر با اون اصل و اساسی که از سرچشمه آمده بیرون انطباق پیدا میکنه. تو همه مذاهب حالا شرق یا مذاهب در واقع ابراهیمی همه این تحولات بوده. همیشه در واقع پیامبر جدید آمده برای انتقاداتی به اون میراث فرهنگی که از پیامبر قبلی باقی مونده، اینی که مردم اون رو به رنگ اوهام و فرهنگ خودشون درآوردن، اون حق و حقیقتی که از سرچشمه در اومده این رو آلودش کردن به خرافات، به یک سلسله فکر و خیالهای شخصی خودشون و یواش یواش تبدیل شده به یه فرهنگ، بقیه مردم هم دارن ازش تقلید میکنن. این انحراف بزرگیست که در واقع آمده و همواره هر مذهب و شریعتی هر 40-50 سال 100 سال لازمه یه بازنگری بشه، یه تصفیه و پالایشی بشه نسبت به سرچشمه، یه مقایسه‌ای مقابله‌ای بشه باهاش. خیلی متشکرم آقای بازرگان. مثال‌های مشخصی شما میتونید بزنید در ارتباط با این فساد علمای دین در شریعت‌های مختلف علاوه بر اون چیزی که در ارتباط با اسلام گفتیم؟ ببینیم آیا شریعت‌های مختلف مثال‌هایی وجود داره که بتونیم یه مقدار در موردش صحبت بکنیم. همچنین خیلی خبر از مذاهب شرقی، حالا هندو نمیدونم چین و ژاپن و جای دیگه، خیلی مطالعه اونطوری ندارم ببینم که اونها چه تجربه‌ای با انحرافات متولیان دینیشون داشتن. البته خب خیلی چیزای پراکنده خوندیم و شنیدیم، ولی به هر حال در ادیان ابراهیمی، یعنی سه مذهب بزرگی که فعلا در دنیا هستن، مذهب یهود و مسیحیت و اسلام، خب در اینا فراوان هستش، در اختیار هم هست، هم کتاب مقدس هستش و هم قرآن و اشاراتی که هست میتونیم بخونیم. من تو آن دیده بودم، در یه جایی یادداشتم کرده بودم، اگه بله مثلا در انجیل، در همون فصل اول انجیل، انجیل متا باب 23 درباره همین روحانیته. البته مثل ما که میگیم بعضی آقایون روحانی اهل منبرن، بعضی ها محرابن. منبرن یعنی فقط میرن روزه میخونن و سخنرانی میکنن، محراب یعنی فقط پیش نمازن. یا میگیم مثلا اونایی که مبلغن یا اونایی که نوحه میخونن، آقایونی که مداحن به اصطلاح. معمولا دو دسته میکنیم. در مسیحیت هم دو دسته بوده، یکی احبار، قرآن میگه احبار یعنی علمای دین، یه درسی خوندن و کتاب خوندن. یکی هم در واقع رهبان میگه، اونایی که
راهبن یا راهبن، یعنی قدیسین، اونایی که خیلی سواد دینی نداشتن ولی مقدسن، در اون راه به صلاح مکانهای دینی زندگی میکردن، ازدواج نمیکردن، قطع رابطه با جامعه میکردن، اون قداستا رو میخواستن حفظ بکنن. در تعبیری که در انجیل آمده میگه کاتبان و فریسیان. کاتبان همون عنوان احباری است که قرآن میگه، یعنی کسانی که مینویسن، سواد دارن، درس دین خوندن. فریسیان هم در واقع همون مقدسینی که بودن. در انجیل اصلا یه بابی درباره ایناست، انتقادات فوق العاده شدیدی که حضرت عیسی به اینها کردن. من بعضی قسمتاشو میخونم. عنوان این باب هست تظاهر به دینداری. آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردانش فرمود: علمای مذهبی و فریسیان بر کرسی موسی نشستند و احکام او را تفسیر میکنند. علمای دینی زمان خودشو که حالا مبلغین دین یهود بودند. پس آنچه به شما تعلیم میدهند به جا آورید، اما هیچگاه از اعمالشان سرمشق نگیرید. دقت کنید، چون اونجور که تعلیم میدن که مال خود اونا نیست، از کتاب توراته. زیرا هرگز به تعالیمی که میدهند خود عمل نمی کنند. ایشان احکام دینی را همچون بارهای سنگینی بر دوش شما میگذارند، اما خودشان حاضر نیستند آن را به جا آورند. هر کاری میکنند برای تظاهر است. دعاها و آیه های کتاب آسمانی را می نویسند و به بازویشان می بندند، این مسلمان ها که به قرآن به بازوی پهلوان، و دامن رداهایشان را عمدن درازتر می دوزند تا جلب توجه کنند. ببینید چقدر ریشه تاریخی داره اینها. ما فکر میکنیم که تو جامعه اسلامی خودمونه. بله، تا جلب توجه بکنند و مردم آنان را دیندار بدانند. چقدر دوست دارند که در مهمانی ها ایشان را در صدر مجلس بنشانند و در عبادتگاه ها همیشه در ردیف جلو قرار گیرند. این مال ما نیست که تو مساجد دادن میره هر ختم و ترحیمی اون ردیف جلو را آقایون نشستن. میگه بابا از قدیم هم همینجوری بوده. چه لذتی میبرند که مردم در کوچه و خیابان ایشان را تعظیم کنند و استاد بگویند. حالا اون موقع عنوان استاد بوده، آیت الله نبوده. اما شما چنین القابی را از مردم نپذیرید، زیرا چون شما یک استاد دارید و همه شما با هم برادر و برابرید. همچنین هیچ کس را بر روی زمین پدر نگویید، چون شما یک پدر آسمانی دارید که خداست. یعنی جلوگیری حضرت عیسی میکردن که بله، کسانی نخوان خودشون رو جای خدا بنشونن و اینطور خود بزرگ بینی داشته باشن. یا در جای دیگه میگه: وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان، چقدر ریاکارید. نمیگذارید دیگران به ملکوت خدا وارد شوند، نه خود وارد میشوید. یعنی با تعالیم غلطتون، با انحرافاتی که به نام دین به خورد مردم میدید، کسی رو هدایت نمیتونید بکنید، خودتونم نمیشید. نماز خود را عمدن طولانی میکنید تا مردم شما را دیندار بدانند، ولی دور از چشم دیگران اموال بیوه زنان بیچاره را میخورید. ای دروها، وای به حال شما، وای به حال شما، همه جا را زیر پا میگذارید تا کسی را پیدا کنید که مرید شما شود، و وقتی موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میکنید. اینا همه عالمان دین، مبلغان دین که باید مردم هدایت کنن، میگه شما همه رو بدتر از خودتون جهنمی میکنید. وای به حال شما ای عصاکش های کور. ببین حضرت عیسی چگونه با این علمای دینی زمان خودش برخورد قاطع و اینطور بیرودرباسی داشته. وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار، شما حتی دهیه که محصول نعنا و شوید و زیره باغچه‌تان را زکات می دهید، اما از طرف دیگر مهمترین احکام خدا را که نیکویی، گذشت، صداقت است، فراموش کرده اید. ببینید چقدر مسئله روز ماست.
که به چه مسائل فرعیه شرعیه میپردازند و اصل و اساسی که محبت، عشق، خدمت به مردم، ایمان صادقانه است، همه اینا فراموش میشه. دین خلاصه میشه در یک سلسله احکام، در یک سلسله تشریفات، آداب. دست تو اگه اینجوری بگیری، اگه پاتو اینجوری بگیری، اگه این کارو بکنی، نمازت باطله. همش تبدیل به فرمولهای شکلی میشه. میگه شما این کارهای ظاهری رو میکنید، کارهای کوچیک رو، ولی این اصل و اساس دین رو فراموش میکنید. ای عصا کشای کور، که پشه را از صافی میگذرانید ولی شتر را میبلید. اینطور اموال مردم مثل شتر میخورید ولی در مورد مردم مته به خشخاش میذارید. پشه رو هم باید از صافی بگذرانید. وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار، چون شما بیرون ظرف را انقدر تمیز میکنید تا بدرخشد، ولی داخل ظرف از کثافت ظلم و طمع شما پر است. نمیبینیم؟ ای فریسی های کور، اول داخل ظرف را تمیز کنید تا بیرون ظرف هم پاک شود. اول تو خودتو وقتی پاک کردی، تزکیه نفس پیدا کردی، تقوا پیدا کردی، میتونی تبلیغ بکنی. وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار، شما مانند قبرهای سفید شده ای هستید، یعنی گچکاری شده. قبرهای قدیم خیلی تزئینی درست میکردن دیگه، که ظاهری زیبا دارند ولی داخل آن پر است از استخوانهای مردگان و کثافات. ظاهر دین رو خوب جلوه میدید ولی درونتون، باطنتون پر از کثافت ظلم و ستم و مال مردم خوردنه. شما میکوشید خود را دیندار جلوه دهید ولی در زیر آن عبای مقدستان دلهایی دارید پر از ریاکاری و گناه. آخر این فصل میگه ای مارهای خوش خط و خال، چگونه میتوانید از مجازات جهنم جان سالم به در ببرید؟ من رسولان و مردان حکیم و روحانی را به سوی شما میفرستم و شما بعضی را به دار خواهید کشید و بعضی را در عبادتگاه های خود زیر ضربه های شلاق گرفته شهر به شهر آواره خواهید کرد. به این ترتیب خون مردم بیگناهی که شهید شده اند به گردن شما خواهد بود. ملازم میفهمد کار مبلغ دین به کجا میرسه؟ به شکنجه، به تجاوز و به ریختن خون بیگناهان که با اونها مخالف هستن. این سخنان حضرت عیسی است در انجیل، انجیل متی باب 33. پس ملازم میفرماید این مسئله اختصاص به زمان و مکان ما نداره. همیشه در طول تاریخ امکان سوء استفاده از دین، فریب دادن مردم به نام دین در یک هیبتی و در یک لباسی و در یک کسوتی همیشه ممکن بوده. این معناش این نیست که حالا هر کسی مبلغ دینی میشه، متولی دینی میشه، الزاماً این چنینه. نه، آدمای شایسته، شریف، با سواد، مخلص، مؤمن، با تقوا تزکیه نفس کردن وجود دارن، ولی داره به مردم آموزش میده حضرت عیسی یا به هر حال پیامبر ما یا پیامبران دیگه که کلا سرتون نره. همه اینطور نیستن، به هر کسی نمیتونید اعتماد بکنید. به نام دین ممکنه بزرگترین خسارت ها به جامعه زده بشه. خیلی متشکرم، توضیح جالبی بود آقای بازرگان در ارتباط با مسیحیت گفتید. حالا یه سوال کلی تری که اینجا باز مطرح میشه، خب میدونیم در یهود و مسیحیت روحانیتی به اون صورت وجود داشته برای مدت های زیادی و هنوز هم وجود داره، این به اصطلاح ربایا و کشیشا هستن هنوز. در کشور خودمون یا کشور اسلامی هم از قدیم مفتی بوده و شیخ و اینها بودن در زمانهای قدیم. حتی خود مولوی تا یه زمانی که دنبال شریعت بوده مفتی بوده دیگه، درسته؟ بعد حالا اصلا یه سوالی که هست اینه که این روحانیت به عنوان روحانیت که یه قداستی هم همیشه از دید مردم براش هست، که این واقعا جای سوال داره، این قداستی رو که رفت میدن به روحانیت،
اصلا لزوم یک همچین به اصطلاح مجموعه چه ضرورتی داره اصلا؟ حالا اگه تاریخش هم شما بگید در ایران از چه زمانی شروع شده اصلا این کلمه جا افتاده. ببینید ما اصلا در اسلام، در تاریخ اسلام طبقه‌ای به نام روحانیت نداشتیم. زمان پیامبر کسی به نام روحانی نبود، زمان حضرت علی کسی به نام روحانی نداشتیم، در قرون گذشته اصلا طبقه‌ای وجود نداشته. عالم دینی داشتیم، روحانی نداشتیم. واقعا مرحوم بهشتی یک کتابی نوشته بود قبل از انقلاب، در اون عنوان میکنه که اصلا روحانیت ما در اسلام نداریم. در دوران صفوی و بعد ها مثلا قاجار که این شاهان صفوی یا قاجار مثلا به فرنگ رفتن و دیدن دستگاه مسیحیت و کلیسا و پاپ و کاردینال و کشیش و نمیدونم این حرفا، دیدن چقدر تشریفاتی و به هر حال اباحتایی وجود داره، یواش یواش اینا در اسلام پدید آمد، اسم روحانیت. و اینا ما در نه قدیس داریم، هیچ وقت مقدس ما نداشتیم، هیچ وقت روحانی نداشتیم. عالم دینی بوده، تو هر شهری یک کسی دین رو بهتر میشناخته و هر حال مردم به اون مراجعه میکردن، سوالاتشون از اون میکردن. ما حتی رساله نداشتیم، رساله هم از دوران صفوی به بعد به وجود آمد. رساله و تقلید به اون معنا نداشتیم. شاه عباس در واقع از شیخ بهایی، اون عالم بزرگ، میخواد که آقا تو خلاصه دین رو بر من بنویس که من میخوام ببینم که مثلا حالا شیعه یا اسلام چگونه است. یک کتاب کوچیکی مینویسه به نام جامع عباسی، یعنی برای شاه عباس این دو جامع عباسی. اون در واقع سرسلسله این رساله هایی است که امروز الحمدلله صدها شده. هر یک از این آقایون برای اینکه نشون بده مرجع، خب یه رساله مینویسن دیگه. و شروعش از در واقع زمان شاه عباسه. بعد هر کسی آمده چهار تا کلمه اضافه کرده یا کم کرده، اون میگه واجبه، این میگه مستحبه، این میگه هر کسی دیگه، در واقع روی اصلی کار کردن، حاشیه نوشتن. تقلید نداشتیم به این صورتی که امروز هست، مرجع تقلید باشه که همه از اون تقلید بکنن. مردم هر شهری و هر روستایی بالاخره یک کسی سواد بیشتری به کتاب خدا داشته، به سنت رسولش داشته، مردم سوالاتشون از اونا میکردن. طبیعتاً در طول تاریخ یواش یواش با مقتضیات زمانه یه طبقه این چنین پدید آمده، تا یه حدودش قابل فهمه. البته خب میخوان به مردم فرض کنید تعلیم قرآن بدن مثلا یا حدیث بدن، هر چیزی. خب یه تعدادی دیگه اگه بخوان کار زندگی بکنن که اونطوری نمیرسن. خب به تعدادی قاعدتا یک همچین آموزش هایی رو مثل هر رشته ای باید بدن، ولی خیلی محدود خواهد بود. یا اگه بخواد یه تحقیقاتی بکنن، البته دین که خب یه کتاب و تحقیقات آنچنان که نمیخواد، فیزیک و شیمی که نیست. اگه توده مردم همه باسواد باشن، آگاه باشن، کتاب دینشون رو بشناسن، نیازی هم نیست که دیگه بخوام براشون هی تفسیر بکنن و توجیه بکنن دیگه. بنابراین در یه حد قابل قبولی که کار آموزش رو حالا تو مدارس یا دانشگاه داشته باشن قابل فهمه. ولی اینه که یه عده‌ای صاحب اختیار مردم باشن، ولایت بر جان و مال و ناموسشون بخوان داشته باشن، اینا برای مردم حکومت بکنن، همه تصمیم گیری رو بکنن، اینا خلاف عقل، خلاف منطق، خلاف شریعت، خلاف قرآنه. یه ادعایی است برای اینکه باشن، چنین ادعاهایی هم کردن و خودشون رو مسلط بر جان و مال و ناموس مردم کردن. اینا هیچ پایه دینی نداره، اینا تئوریا و نظریات در واقع ادعایی از خود این آقایون هست که اتفاقا بخش اعظم خود روحانیت هم قبول ندارن این ادعاهای مطلقه ای که خب تو این روزگار ما هستش. در هر حال این آفتی است که به هر حال دینم مثل هر چیز دیگه ای بر خودش آفت داره. یه آفت هم سلطه طبقاتی است که خودشونو متولی دین میدونن و بر همه ارکان جامعه میخوان سلطه پیدا بکنن. خیلی متشکرم آقای بازرگان. من یادم از آقای بازرگان حدود شاید 35 سال بین 35 تا 40 سال پیش بود که یه تعدادی از این آقایون جمع شدن، فکر میکنم آقای طالقانی و آقای طباطبایی، که اصلا انتقاد نسبت به روحانیت و آنچه که در حوزه‌های علمی میگذشت بررسی کردن. یادتون هست حتما شما که یه تعدادی از این آقایون بودن که نشستن، ولی خب بعد از اون حداقل به صورت عمومی که مردم مشاهده کنن که
این مسئله مورد انتقاد قرار گرفته و در بهبودیش کاری داره انجام میشه عملا نبوده. چون بعد از فوت مرحوم بروجردی بود فکر کنم سالهای بله دوده سی و هفتش مثل این که بود خیلی سال 50 سال پیش بله من آقای بروجردی که مرجع تقلید معروفی بود از دنیا میره، خب بس میشه حالا کی میخواد جای ایشون قرار بگیره؟ آقای مثلا آیت الله شریعت مدار بودش، آیت الله گل پایگانی بود، آیت الله نجفی مرعشی بود، آیت الله حکیم بود، میلانی بود. این که کی میخواد حالا بشه این سوال مطرح شد و بعد یک کتابی به نام مرجعیت و روحانیت یه دیگه از صاحب نظران نوشتن که آقای طالقانی هم در واقع تو این که بود خود مطهری دوتا مقاله داشتین، کتاب کتاب سال شد، جایزه مهمترین کتاب سال هم به خودش اختصاص داد. توی اون کتاب اصلا این سوال مطرح شد که اصلا چه دلیل داره که دیگه یه مرجع باشه؟ زمانه عوض شده، دامنه نیازهای مردم، معضلات مردم گسترده شده، باید دیگه شورا باشه، یه شورای در واقع صاحب نظران که اونا به مردم در واقع ارائه راه حل بکنن. این که هر کسی رساله‌ای بخواد داشته باشه و مردم مقلد یه نفر باشن، اتفاقا مقاله آقای مطهری بود که اصلا یه نفر چطور ممکنه که به همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وقوف داشته باشه؟ اینا دیگه تخصصی شده در دوره ما، اینا آگاهی ندارن، سوادشو ندارن. پیشنهاد آقای مطهری این بود که اصلا یه تحول بنیادی باید در حوزه‌های علمیه بشه، متناسب با مقتضیات جهان امروز یه شکل مدرن و جدیدی به خودش بگیره. ولی خب متاسفانه نشد دیگه، همیشه این تحولات با منافع دهی در استکاک قرار میگیره و زیر بار نمیره. بله. یعنی 50 سال پیش یعنی همین ایده برای چیزی ادامه پیدا نکرده از اون به بعد، یعنی هیچ ریویو به اصطلاح مروری برش نشده. خیلی متشکر آقای بازرگان. خب حالا به متن اصلی رسیدیم، قرآن رو نگاه کنیم که ببینیم که آیا قرآن اشاره‌ای به این مسئله کرده و پیشبینی مسائلی رو کرده در ارتباط با مبلغانی که انحراف دارن و آنچه را که واقعا سرچشمه و اصل هست فراموش میکنن و چیز دیگری رو به مردم عرضه میکنن. بله خب حالا رسیدیم به بحث اصلی ولی حالا وقتم ظاهرا خیلی نیست، ولی من یه اشاره کوتاهی میکنم. ببینید خب قرآن که خودش تازه برای مسلمانان مطرح شده، اون هنوز راجع به خودش چون عملکرد آینده است، همیشه آیندگان باید بگن که چقدر حالا در این مکتب در واقع انحرافی حاصل شده، ولی در نقد کتاب‌های پیشین، نه کتاب‌ها، در نقد تجربه دینی قبلی که بین اهل کتاب بنی اسرائیل اتفاق افتاده، آیات متعددی در قرآن داره. خطاب مسلمانا داره میگه این حالا این مذهب جدید، این شریعتی که آمده، حواستون جمع باشه، متوجه باشین که به نام دین چه فجایعی به بار اومده. فرعون توی قرآن این سخن رو مطرح کرده، از جمله سوره توبه آیه 34، هم 31 هست هم 34، حالا 34 شو به خصوص من میخونم. در اونجا برای آموزش مسلمونا که چارچشمی مواظب باشن که کلا سرشون نره، میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، آهای مؤمنین، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، حواستون جمع باشه ها، جمع زیادی از علمای دینی امت قبل از شما بنی اسرائیل، احبار و رهبان، یعنی هم علمای دینیشون هم مقدسینشون، نه یکی دوتا استثنائی، کثیرن، بسیاری از اونها، لیأکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم خور بودن. یعنی دین یک وسیله بوده، یه بهانه بوده برای چپاول، برای غارت دارایی مردم، اونم نه به حق با لیاقت و شایستگی هاشون، به باطل. نمیخواد قرآن بد بگی از علمای پیشین، خیلی جاها تجلیلا و تعریفایی که کرده که از مسلمانام نکرده، از اهل کتاب، از مسیحی ها به خصوص، از خوباشون فوق العاده است در سوره آل عمران. به جاش هم انتقاد، یعنی همون انتقاداتی که حضرت عیسی هم دارن میکنن تو انجیل، همون باب متا که انجیل متا که خوندن.
میگه حواستون جمع باشه، اعتماد به اینا اینطوری نکنین. بسیاری از اینها با ادوات تاکید هم آورده، ان یعنی قطعا، لیاکلون لامش هم تاکید در نظر زبان عربی، مسلما بدون شک و تردید اینا مال مردم رو میخورن. این یک. دوم، و یسدون عن سبیل الله، نه تنها مبلغ دین، دعوت کننده به سوی دین و خدا پرستی و اخلاق نیستن، بزرگترین سد و مانع و بازدارنده دینن. یعنی مردم وقتی رفتار اونها رو میبینن متنفر میشن، منزجر میشن از دین، دینو میبوسن میذارن کنار، میگن برای ابد دیگه نمیخوایم. یعنی وجود اونا، حضور اونها، عمل کردشون، تعلیماتشون ضد دینه. به نام دین هست ولی نه دین واقعی، دین مندرآوردی، آداب و تشریفات خودشون، فقاهت‌های خودشون، ذهنیات خودشون، بافته‌های فکری خودشون. و یسدون عن سبیل الله. سوم، والذین یکنزون الذهب والفضه، اونا که جواهرات، طلا و جواهر انباشته میکنن، ولا ينفقونها فی سبیل الله، یعنی هدفشون ثروت های افسانه ای به هم زدنه. خیلی عجیب نیست برای ما وقتی که میبینیم امروز که چه ثروت هایی، حالا هم در تاریخ قرون وسطای شما اروپا رو بخونید ببینید که چه ثروت های افسانه ای بوده، چه موقوفاتی، رقابت با شاهان در اروپا، در فرانسه، در آلمان، در انگلستان، چه درآمدایی اینها داشتن، حالا طریق فروش بهشت اون اعترافات و اینها، یا اموال و موقوفات فراوانی که مردم ساده وقف این آقایون میکرده. یعنی میخواد به حواستون جمع باشه، یک، اموال مردم اینا میخونن، دو، عمل کردشون ضد دینه، فراری دهنده مردم از دینه، سوم این که اینا دنبال در واقع گنج کردن دارایی و هستن. اینا رو هم برای داره آموزش مردم میده، هم آموزش اونا، همین که چشم و گوش مردم رو باز بکنه که اینطور مقلد چشم و گوش بسته و سرسپرده نباشید. به نام دین دنیا و آخرتتون تباه میشه، هم دنیاتون چپاول میکنن و سرتون سوار میشن، و هم در واقع آخرتتون از بین رفته با تعالیم منحرفانه اینها. اینا هیچ کدوم دلیل دیندار بودن نیست. و خیلی چیزای دیگه ای که قرآن فراوان در واقع داره هشدار میده به مسلمونا که چشمتون رو باز بکنید. ولی این آیات رو کیا باید بخونن به ما بگن، به مردم بگن که خودشون مخاطب اینها هستن؟ طبیعتاً چنین چیزایی هیچ وقت تو جامعه گفته نمیشه، تعلیم داده نمیشه، به آقایون بر میخوره، زیر سوال میرن، قداستاشون در واقع از بین میره، مچا باز میشه، پرده ها میفته، معایه باشه کار میشه. بنابراین گفته نمیشه اینها. خیلی متشکرم. سوره توبه رو آیه 31 هم که شما اشاره بهش کردید، همین میگه که این احبار و رهبانیون، رهبان ببخشید، احبار و رهبانیون جز خدا و مسیح ارباب دیگری دارند. بله. یعنی ارباب، یعنی همین کارهایی رو که انجام میدن به اصطلاح اینها رو به عنوان ارباب گذاشته، یعنی اینها در پی منافع شخصی خودشون هستن. دقیقا. که این منافع شخصیشون عملا اربابشون شده، نه خدا و عیسی. یا میگه مردم اینا رو ارباب گرفتن، انتقاد میکنه به خود اونها که میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا به جایی که الله رو در واقع صاحب اختیار بگیرن، این علمای دینی افتادن دنبال اونها، هر چی اینا میگن چشم گوش بسته دارن اطاعت میکنن. یعنی اونا رو در واقع جای رب ها، این مردم رو داره اشاره بهش میکنه. بله. من فکر کردم ممکنه این اشاره به خود اینا باشن. بله. که اینها، من تعبیرم از اینایی این بود که این گروه اصلا به خدا کاری ندارن، نداره. چیزای دیگه ای اربابشون هست. بله. ولی تعبیر شما، یعنی هر دو. بله. تعبیر، یعنی انتقاد قرآن به توده های مردمه که میگه تقصیر شماست که دنبال اینا افتادین، هر چی میگن گوش میکنین. بله. نه، اینا رو شما حرفاشون رو بشنوید، اگه منطقی عمل بکنید، اگه نیست بذارین کنار. بله. ایراد از توده های مردم هست که میخوان کارشون راحت بکنن، هر کسی به نام دین هر چی بگه سرسپرده میشن، چشم و گوش بسته در واقع فکر میکنن که پیش خدا مسئولیتی ندارن، هرچی اونا بگن این دینه. مخصوصا قرآن میخواد بگه خیر، این دین نیست. البته بازم اینو در آخر برنامه توضیح بدم، هرگز منظوری نیست که هر کسی پس مبلغ دینی، روحانی، متولی دینه الزاماً اینطوره. بحث اینه که نه، چشمتون باز باشه که
همه این چنین نیستن، آدمای خوبم هست مثل همه حرفه ها دیگه، همه مشاغل که بد و خوب وجود داره، مهم مردمن که باید شناخت پیدا بکنه. خیلی متشکرم آقای بازرگان، فکر می‌کنم باستی که نوبت دیگری رو برای نکات دیگری که هست که آیا واقعا وسط این وسط روحانیت مقصره یا مردم هم خودشون کمکاری کردن و نکات دیگری هست که لازمش اینه که یه برنامه دیگری رو اختصاص بهش بدیم انشالله. اگر نکته‌ای داری در این مورد میتونید بفرمایید. نکتهش هم تشکر از بیننده‌ای که طرح سوال کردن در این مورد، میخواستن یه رابطه‌ای بین دین و متولیان دین رو بشناسن و گله داشتن که چرا به نام دین اینطور مردم رو منزجر از دین کردن. این بحث رو مطرح کردیم. خب حالا لازمه که جلسه دیگه ای هم راجع به اشارات قرآن به انحرافاتی که به نام دین میشه بکنیم و یه مقداری این قضیه رو به توفیق الهی باز بکنیم. ممنون و متشکر هم از کسانی که طرح سوال میکنن و هم بینندگانی که به هر حال همراه ما بودن و این یک ساعت رو به هر حال در این بحث گذروندیم. موفق باشید. خیلی متشکرم آقای بازرگان. بینندگان ارجمند تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه کردید و با امید دیدار شما در برنامه آینده. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.